سلام عرض می کنم خدمت همه شما دوستان و همراهان همیشگی ما. سریال خوب بد جلف 3 با عنوان رادیو اکتیو که در ادامه سریال پژمان و فیلم های سینمایی خوب بد جلف 1 و 2 در ژانر کمدی و اکشن ساخته شده از سریال های مجموعه شبکه نمایش خانگی به کارگردانی و تهیه کنندگی محسن چگینی و نویسندگی پیمان قاسمخانی که مشاور کارگردان و طراح سریال نیز هست و مهراب قاسمخانی و امیر مهدی جوله که در نگارش سریال همکاری کردند محصول سال 99 که در 15 قسمت ساخته شده و به صورت اختصاصی در پلتفرم فیلیمو از تاریخ 10 بهمن 99 هر هفته جمعه ها شروع به پخش شد. دیریب که دیری به خاصی نزدم، اصلا چیزی زدم دیگه، فوتبال برد و باخت داره. خدا در این برنامه می‌خواهیم درباره مراحل ساخت سریال، داستان و بیوگرافی بازیگرانش توضیحات جالبی رو به شما عزیزان ارائه بدیم. قبل از هر چیز اگه تازه به کانال ما پیوستید خوشحال میشیم دکمه سابسکرایب رو بزنید و برای مطلع شدن از برنامه‌های جدید ما علامت زنگوله رو فعال کنید. زمانی که سریال پژمان به کارگردانی سروش صحت و با بازی پژمان جمشیدی بهمن 91 تا خرداد 92 از شبکه سوم روی آنتن تلویزیون رفت، به خاطر استقبال بسیار خوبی که شد نویسندگان سریال پژمان تصمیم گرفتن فیلم خوب بد جلف رو در ادامه اون و با استفاده از همون شخصیت ها بسازن. با این؟ گوسفند تو شکار میکنه؟ گوسفند؟ آقای غذایتون ببین اگه فکر کردی من با وانت میام کور خوندی. فیلمنامه پژمان رو پیمان و مهراب قاسمخانی نوشته بودن و وقتی تصمیم گرفتن شکل سینمایی کار رو بنویسن، در ابتدا قرار بود کارگردان این فیلم رامبد جوان باشه و انتخابهای بعدی حسن فتحی و سروش صحت بودن، اما با طولانی شدن نگارش فیلمنامه این همکاری ممکن نشد و پیمان قاسمخانی خودش کارگردانی رو بر عهده گرفت. برنامه پیش‌تعیین شده ای نبود. از وقتی که سریال پژمان پخش شد قرار بود که یا پژمان دو ساخته بشه یا نسخه سینماییش. بعد اتفاقاتی افتاد که یه ذره جدی‌تر شد و پیمان همیشه دوست داشت که فیلم پلیسی بسازه، دید که اینجا جا داره و این فیلم رو نوشت. و در نهایت بهمن سال 95 این فیلم با نام خوب بد جلف با فروش بالا در گیشه ظاهر شد و فوق‌العاده موفق بود و به عنوان بهترین فیلم از نگاه تماشاگران برنده لوح تقدیر شد و همین باعث شد که پیش تولید ادامه اون تحت عنوان خوب بد جلف 2 و 3 برنامه ریزی بشه. بدبخت عقده ناراحتی سریالات پوستر نداره. عوامل این اثر در نظر داشتن قسمت دوم رو به جشنواره سال 98 و قسمت سوم رو به جشنواره سال 99 برسونن که در مورد اول اتفاق افتاد و خوب بد جلف 2 با عنوان ارتش سری در جشنواره سال 98 به نمایش در اومد، اما ویروس کووید 19 همه برنامه ریزی ها رو به هم زد. وقتی ما کنارتون باشیم همه درا بروتون چیه؟ حس کردم که همه درا بروتون چیه؟ گلا. این فیلم کمدی که یکی از امیدهای گیشه بود در گیشه شکست خورد و راهی اکران آنلاین شد تا مقداری از ضرر و زیانش رو جبران کنه. در ادامه پیمان قاسمخانی تصمیم گرفت خوب بد جلف 3 رو با عنوان رادیو اکتیو که طرح مفصل تری داشت به سریالی در شبکه نمایش خانگی تبدیلش کنه. فیلم برداری و ضبط این سریال از تاریخ 15 شهریور ماه در تهران شروع شد که در 15 قسمت ساخته و به صورت اختصاصی از پلتفرم فیلیمو شروع به پخش شد. رمز ورود نذاشتی؟ داستان موقع حواسم نبوده دیگه. باید اسم شبم میذاشتی؟ حواسم نبوده. در داستان سریال پژمان، پژمان جمشیدی نقش خودش یعنی ستاره پیشین پرسپولیس رو بازی میکنه. فوتبالیستی که برای چهارمین فصل پی در پی با وجود تلاش زیاد موفق نشده تیمی رو برای خودش پیدا کنه، اما همچنان در حال و هوای شهرت به سر میبره و به همراه مدیر برنامهش با بازی سام درخشان به دنبال تیم میگرده که اتفاقات جالبی برای اونها رخ میده. مردم مدیر برنامهشون میزنن رو سرشون.
بله میزنن رو سرشون، من اینکه نمیذاره یه فسانی بیرون بمونن، براشون قرارداد امضا میکنه. در ادامه داستان در فیلم خوب بد جلف یک، پژمان و سام در تلاش هستن در کارهای سینمایی و تلویزیونی بازی کنن و تهیه کنندهی با سابقه برای ساخت یک سریال پلیسی با این دو بازیگر به توافق میرسه، اما شرط کارگردان اینه که مدتی در کنار یک پلیس نیروی انتظامی با بازی حمید فرخ نژاد در صحنه های جرم حاضر بشن تا به خوبی با فضای اتفاقات پلیسی آشنا بشن، که همین باعث میشه این سه در کنار هم درگیر ماجراهای کمدی و جذابی بشن. چی شد سر بود منظورش این که وقتی من رفتم ایران کنترل رو پیرو میزنی یه دونه بیرد در ادامه داستان در فیلم خوب بد جلف دو، با عنوان ارتش سری از جایی شروع میشه که سام و پژمان هر دو مدتی بیکار بودن و در عرصه سینما و تلویزیون پیشنهادی بهشون نشده بود. توی همین شرایط برای پروژه یک کار سینمایی به کارگردانی جوان خلاقی به نام فربود با بازی حامد کمیلی که از خارج از کشور اومده با اونها تماس میگیرن، اما در همون ابتدای کار مشخص میشه فربود یک مامور ضد انقلابیه که برای جاسوسی و خرابکاری وارد کشور شده، که این بار هم با هم اتفاقهای کمدی جالبی رو رقم میزنن. آقا سینمای ایران اولین چیزی که لازم داره چیه؟ شما بی‌نظیره. سینما ایران شما دوست. داستان سریال خوب بد جلف 3 با عنوان رادیو اکتیو دقیقاً از ادامه قسمت دوم جایی شروع میشه که سام و پژمان توسط یک چچنی با بازی شکیب شجره دزدیده میشن و قرار اتفاقات عجیبی در طول قصه بیفته و موقعیت‌های کمدی جذاب‌تری نسبت به دو قسمت اول و دوم این فیلم ایجاد بشه. در ادامه میپردازیم به معرفی و بیوگرافی بازیگران این سریال. پژمان جمشیدی در نقش پژمان. پژمان جمشیدی 20 شهریور 1356 در یک خانواده فرهنگی متولد شده. بازیکن سابق فوتبال و بازیگر سینما و تلویزیون و تئاتر اهل تهرانه. دانشجوی رشته مهندسی عمران بوده که به دلیل فعالیت در فوتبال از ادامه تحصیل انصراف داده. سال 92 در مجموعه تلویزیونی پژمان به عنوان بازیگر نقش آفرینی کرده، که جالب بدونین طرح اولیه این سریال با ایده خود پژمان جمشیدی شکل گرفته، که بعد از اون در تئاتر، فیلم و سریال‌های زیادی ایفای نقش داشته. سام درخشان در نقش سام. سام درخشان متولد 31 تیر ماه 1354 در تهران، بازیگر تئاتر، سینما و تلویزیون اهل تهرانه. دانشجوی انصرافی تئاتر بوده و یک دوره بازیگری رو در آموزشگاه بازیگری سمندریان گذرونده و فعالیت هنریش رو از سال 78 با مجموعه شبزدگان شروع کرده. حامد کمیلی در نقش فربود. حامد کمیلی متولد 14 تیر سال 1361 در اصفهان، دارای مدرک کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی، کاردانی کامپیوتر و دارای 10 سال فعالیت تئاتر، که فعالیتش رو با تئاتر در اصفهان شروع کرده و اون رو در تهران ادامه داده. در رشته تئاتر از شاگردان فریدون خسروی و گلاب آدینه بوده و برنده جایزه بهترین بازیگر از جشنواره تئاتر فجر شده. جالب بدونین در زمینه موسیقی نوازندگی پیانو و تار رو هم میدونه و به گفته خودش حامد بهداد در زندگی هنریش تأثیر بسیار زیادی داشته. آناهیتا درگاهی در نقش آناهیتا. آناهیتا درگاهی متولد 7 بهمن 1366 نقاش، تهیه کننده و بازیگر سینما و تئاتر اهل تهرانه. مدرک کارشناسی ارشد نقاشی از دانشگاه هنر تهران داره و در ایران و چند کشور دیگه چندین نمایشگاه انفرادی نقاشی برپا کرده و در چندین نمایشگاه گروهی حضور فعال داشته و در تئاتر هم بازیگری حرفه‌ای و محبوبه.
همون در دیماه سال 95 با اشکان خطیبی، بازیگر، مجری، خواننده و کارگردان تئاتر ازدواج کرده. دیگر بازیگرانی که در این سریال ایفای نقش کردن، فرهاد آیش در نقش دکتر مدنی، گوهر خیراندیش در نقش بشارتی، مارال فرجاد در نقش نگین، شکیب شجره در نقش آصف خان، فرزین محدث در نقش دکتر سینا، امیر مهدی جوله، محمد بهرانی و تینو صالحی. خوشحال میشیم شما هم نظرات خودتون رو درباره مجموعه فیلم ها و سریال خوب بد جلف در کامنت ها برای ما بنویسید. از اینکه تا پایان این برنامه با ما همراه بودید ممنونیم. اگر سبک برنامه های ما خوشتون میاد میتونید یکی از 4 ویدیو نشون داده شده در تصویر رو انتخاب کرده و در ادامه هم با ما همراه باشید. آرزو میکنیم همه لحظه های زندگیتون سرشار باشه از عشق، آرامش و موفقیت.